مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك بك خير الخلق كلهم أوذيت في الله لم تهزم ولم تهن أوذيت في الله لم تهزم ولم تهن حتى رادت أمة الإسلام في النجوم حتى رادت أمة الإسلام في النجوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا درس سيرت وقتی که انسان سیرت میخونه باید در خواندن سیرت انسان جغرافیا را هم بفهمه، تاریخ هم بفهمه و نقشه جهان هم باید یک مرور بکنه تا که مناطق جهان
کلش بشناسه و یکی نقشه است، نقشه دنیا باز میفهمه که چه قسم تغییر کرده. اصلا دو نقشه هست در دنیا، یکی نقشه هست که او را رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما و شما تعیین کرده بود و خلفای راشدین او را تطبیق کردند. بعد از خلفای راشدین خلفای اموی بودند، بعد از اموی ها عباسی ها بودند و بعد از ختم عباسی ها خلافت عثمانی ها شروع شد و تا زمانی که خلافت و خلافای اسلامی بودن مسلمان ها دمون نقشه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم او را تعیین کرده بود دمون نقشه حرکت میکردن و مسلمان ها بسیار با عزت زندگی میکردن و ذلت مسلمان ها و بدبختی مسلمان ها و عقب ماندگی مسلمان ها زمان شروع شد که نقشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم بر صحابه کرام ترسیم کرده بود و خلفای اسلام را تطبیق میکردن و نظام خلافت اسلامی بود. وقتی که انگلیس ها کامیاب شدن و نقشه جهان اسلام تغییر دادن، نقشه جدید آوردن و وقتی که نقشه جدید آوردن در اینجا افکار و اندیشه های جدید پیدا شد که این افکار و اندیشه ها که امروز مردم مسلمان دارن و در این نقشه های فیلی سرگردان هستن، این مسلمان ها نمیتونن که قانون الله را در روی زمین تطبیق بکنن. نقشه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم جهان به دو بخش تقسیم کرده بود، یکی جهان اسلام بود و دار الاسلام میگفت و یکی دار کفر بود که باز در دار کفر بعضشان دار حرب بودن و بعضی مناطقش که باز کت مسلمان ها در صلح بودن جنگ نمی کردن، باز یک تقسیم دیگه در بین خود کفار بود که دار حرب و در مجموع یکی دار الاسلام بود و یکی دار الکفر. در دار الاسلام مسلمان ها چیز نداشتن، ویزا ضرورت نداشتن، پاسپورت نیاز نداشتن و یک مسلمان از افغانستان حرکت میکرد، میرفت از افغانستان به ایران، از ایران میرفت به عراق، کویت، فلسطین و به می شکل تا به مکه مکرمه و مدینه منوره و 5 ماه، 6 ماه الی 1 سال در سفر حج میمون، نیازی به ویزا و به پاسپورت نداشت. چرا؟ چون هر مسلمان میفهمید که آنجا که دین ماست آنجا وطن ماست. اونو مسلمان هایی که در واسر زندگی میکردن به او حساب به اون نقشه که خلفای اسلام داشتن، مسلمان ها به نام افغانی و پاکستانی و سعودی و فلانی نبود، بلکه مسلمان ها تمامشان مکه وطن ما و شما بود، مدینه وطن ما و شما بود، فلسطین وطن ما و شما بود،
هر جایی که کشور اسلامی بود وطن ما شما بود. اما حالا چرا ما میگیم که افغانستان وطن ماست، ما را به مصر چی؟ افغانستان وطن ماست، ما را به مکه چی؟ ما را به مدینه چی؟ ما را به عراق چی؟ به خاطر ازی که وقتی که نقشه جدید انگلیس ترسیم کرد، باز مشکل همی پیدا شد که اندیشه های جدید قوم پرستی ایجاد شد. چون انگلیس جهان، خصوصا جهان اسلام، برش نقشه قومی ترسیم کرد. بر ترکا ترکمنستان ساخت، بر ازبکا ازبکستان ساخت، برای افغان ها افغانستان ساخت، برای پشتون ها پشتونستان ساخت، برای تاجک ها تاجکستان ساخت. و در بین از یا مناطق اختلافی را گذاشت و برای از اینا نقشه سیاسی شنه ترسیم کرد. از این خاطر فکرتان باشه تا زمانی که نقشه انگلیس در روی دنیا باشه، مسلمان ها روی امنیت و آرامی و خوشی را یکی ما میگیم والا میخواییم در افغانستان حکومت اسلامی بسازیم. اگر ساختی در افغانستان حکومت اسلامی ساختی، سر همسایه خودت چپش میکنه. اگر پاکستانی ها حکومت اسلامی بسازن، سر افغان ها چپش میکنه. اگر مصری حکومت اسلامی بسازن، سر همسایهش چی میکنه؟ چپش میکنه. چه قسم حکومت اسلام خیلی ساخته میشه؟ اونمو قسم حکومت دیگه ابوبکر صدیق ساخته بود، عمر فاروق ساخته بود، عثمان رضی الله تعالی عنه ساخته بود و علی رضی الله تعالی عنهم و بعد از اموی ها و عباسی ها و عثمانی ها. روزی که خلافت عثمانی سقوط کرد، مسلمان ها چی کردن؟ سقوط کردن. روزی که مسلمان ها تقسیم کردن نقشه از اونا را، خلاص گلم مسلمان ها چی شد؟ جمع شد. پس مسلمان باید اول نقشه خودم بشناسه. از این خاطر این مقدمه بود برای ازی که ما و شما در این درس که میخوانیم اینمی نقشه جهان سرش بحث میکنیم. نقشه جهان شما میبینین اینجا؟ درس اول ما و شما سره جزیره العرب است. اینالی جزیره العرب است. وقتی که ما و شما از عرب گپ میزنیم، اینی کل چی است؟ جزیره العرب است. اینی جزیره العرب اول بحث می سر کلمه عرب، اول بحث می سر کلمه عرب. کلمه عرب سه تقسیم میشه: یکی عرب بائده است، یکی عرب عاربه، یکی عرب مستعربه. چرا عرب استعمال میکنیم؟ به خاطر از اینکه کلمه عرب اصلا در منطقه صحرا بود. همین جزیره العرب منطقه چی است؟ صحرایی است. اکثرا در اینجا ریگستان هاست، اکثرا ریگستان است، صحراهای خشک که در اونجا بغیر از مردم ها با شطور و مردم هایی که در اونجا زندگی میکردن و قدر قابل مسکون و سکونتی منطقه نبودن. پس همین صحراها را، صحراهایی که آب نداشت و گیاه نداشت و بسیار خشک بود، این را عرب میگفتن. پس آن اطلاق کسایی که در این منطقه زندگی میکردن، اونا را هم چی گفتن؟ عرب گفتن. و عرب ها که ما با شما سرش بحث میکنیم و درس سیرت هم میخوانیم بخیر انشاءالله تعالی، یارا علمای سیرت به سه بخش تقسیم کردن. بعد از اینا عرب های عاربه، یک طایفشان عرب مستعربه و یک طایفشان عرب بائده. عرب بائده چی مانا؟ کلمه بائده در زبان عربی به مانای از بین رفته و هلاک شده. پس عرب بائده کدام عرب ها هستن؟ عرب هایی که اینا از بین رفتن. این عرب های از بین رفتگی، نام های بعضی از اونا در قرآن عظیم الشان آمده هست.
الم تر کیف فعل ربک بعاد. عاد، عاد، عین الف دال. عاد یکی از اقوام عربی از بین رفته هست. و الى عاد اخاهم هودا. شب است. پس به طرف عاد، قوم عاد کدام پیغمبر بود؟ هود علیه السلام. این قوم عاد هم اینا چی شدن؟ از بین رفتن. اینا را عربای چی میگن؟ باعده میگن. و به می شکل یکی از قبایل دیگی که از بین رفته قوم ثمود است. قوم ثمود، کلمه ثمود هم در قرآن ذکر شده است. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخره بالواد. پس طایفه دومی چی شد از عرب های از بین رفته؟ قوم کی هستن؟ ثمود هستن. و دیگه از جمله عرب های از بین رفته حضرموت است، جاسم هست، عملاق است، جرهم است. اینی عرب های چی هستن؟ باعده. یعنی کیا از بین رفته. دوم از یا عرب عاربه هستن. عرب عاربه، عرب عاربه کی را میگن؟ عرب عاربه یشجب ابن یعرب ابن قحطان. این معلومات اولی هست، این را باید بفهمین. و برای عاربه یشجب ابن یعرب ابن قحطان و اینا را عرب قحطانیه، اگر کدام وقت برتان آمد یا گفته شد، یا عرب قحطانیه هم میگن. و پسر یشجب که است سبا نام داشت. چی نام داشت؟ سبا. در قرآن کدام سوره آمده به اینام؟ سوره سپاره 21. سوره چی هسته؟ سوره سبا. و ای سبا دو پسر داشت، یکیش حمیر نام داشت، حمیر ابن سبا، و یکی هم کحلان ابن سبا. اینی قبایلی که ای برام سبا میگن و کحلانی ها هستن یا کلشان، در قرآن عظیمشان قصایشان آمده. اینجا میگه در سپاره 22 در سوره سبا: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. یعنی در آیات شریف شما میبینین که الله سبحانه و تعالی درباره قوم سبا میگه که اینا مردمی بودن که لقد کان لسبأ فی مسکنهم آیه جنتان عن یمین و شمال، باغهای داشتن که از طرف راست و چپ چی بود؟ زیاد باغها داشتن. جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم و اشکروا له، بخورین از رزق پروردگارتان و شکر بکنین.
بلده طیبه و رب غفور، وطن بسیار لکس و پروردگار بخشاینده. هم دنیا را خدا برشان داده بودم آخرت را. فاعرضوا، پس یا اعراض کردن از حکم الله. باز اینجا گیم فارسلنا علیهم سیل العرم و بدلناهم بجنتهم جنتین ذواتی اکل خمت و اصل و شیء من صدر قلیل ذالک جزیناهم بما کفروا و هل نجازی الا الکفور. اینا وقتی که طغیان سرکشی کردن عذاب الله سر از اینا نازل شد و امی مناطقشان در و در شد. بازی عرب های جزیره العرب اینا سر بازی کردن. این منطقه سباک است، سبا در یمن است. کجا هسته؟ یمن. اینا ای عرب قحطانی اینا در یمن بودن. باز یا وقتی که چیز شدن از بین رفتن، باز یا مهاجر شدن، باز یا به مناطق هر طرف جزیره عربی رفتن که یک قبیله از اینا به نام ازد است، یا به مناطق مکه و شام آمدن، طرف های مکه و شام اینجا مهاجر شدن. یک قبیله دیگهشان به نام لخم و جزام بود که یا به منطقه حیره رفتن، یک طایفه دیگه از اینا به طرف شمال رفتن، در بین از کوه ها زندگی کردن که یا را به نام قبیله تای میگفتن، و یک منطقه دیگه مردم دیگه از اینا به طرف بحرین رفتن و یا را به نام به حضرموت و باز پسان به نجد رفتن. اینی بودن عرب کی؟ عرب عاربه. سیومین قسمشان عرب مستعربه هستن. عرب مستعربه کی را میگن؟ عرب مستعربه عرب های را میگن که اینا از اولاده اسماعیل علیه السلام هستن. از اولاده کی هستن؟ اسماعیل علیه السلام هستن. اولاده اسماعیل علیه السلام اینا در جزیره العرب شما سیل کنین، اولاده اسماعیل علیه السلام که اسماعیل علیه السلام پسر ابراهیم علیه السلام بود، اینا از مناطق عراق از این قسمت ها حرکت کردن. ابراهیم علیه السلام به اور آمد و بالاخره ابراهیم علیه السلام آمد به کجا؟ به قدس، به فلسطین. ابراهیم علیه السلام به کجا هجرت کرد؟ اصل ابراهیم علیه السلام از کجا بود؟ از عراق بود. فهمیدین؟ اصل ابراهیم علیه السلام از کجا بود؟ از عراق بود. بالاخره ای از منطقه اور عراق که آل فعلا اما منطقه عراق نزدیک کوفه هست، کوفه و بصره که میگن. ابراهیم علیه السلام از این منطقه بود. ابراهیم علیه السلام از این منطقه حرکت کرد، آمد بالاخره به کجا رسید؟ به فلسطین. و اینجا در فلسطین باز اونجا به همراه کی ازدواج کرد؟ خانم اول چی نام داشت؟ ساره نام داشت. چی نام داشت؟ ساره. باز اینجا ابراهیم علیه السلام ازدواج کرد همراه ساره. و وقتی که همراه ساره ازدواج کرد، باز یک سفر دیگه داشت به طرف کجا؟ مصر. به کجا سفر داشت؟ به مصر. بازی سفری که در مصر داشت، بازی قصهش میشه که همون یکی از پادشاه های ظالم میخواست که بالای بی بی ساره تجاوز بکنه، و چون ایزان مسلمان و با تقوا بود، اللهی را از شر ازی حفظ کرد. وقتی از شر ازی حفظ کرد، باز امی پادشاه بر بی بی ساره یک کنیزی را داد که او چی نام داشت؟ هاجر. هاجر نام داشت. چی نام داشت؟ هاجر نام داشت. باز هاجر، از هاجر ابراهیم علیه السلام الله برش فرزند داد که او کی بودک؟ اسماعیل علیه السلام. بالاخره می خانمش که ساره هست، ای بی بی هاجر را تحمل کرده نمیتونه. باز ابراهیم علیه السلام امی همسرش ساره را به کجا میره؟ باز ایره حرکت میکنه از فلسطین، از فلسطین حرکت میکنه ابراهیم علیه السلام، اسماعیل که هنوز طفل خرد است، و به امرای هاجر با کجا میان؟ با کجا میان؟ مکه مکرمه میان. اینجا دی قسمت، دی قسمت میان و اینجا زندگی میکنن. باز اون مسئله آب زمزم است و بالاخره باز مسئله ضعف اسماعیل علیه السلام است و مسئله باز جوان میشه و ازدواج میکنه
باز اینجا قوم میای به نام جرهم، باز از این جرهمی ها اسماعیل علیه السلام ازدواج میکنه و از اولادی اسماعیل علیه السلام قریش میباشه. کی میباشه؟ قریش میباشه. پس از قریش باز کی پیدا میشه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. جزیره العرب از نگاه جغرافیایی هم تاثیر بسیار مهمی داشت، منطقه بسیار استراتژیک بود. منطقه شمال شرقی جزیره العرب دروازه ورودی به کجا بود؟ به طرف فارس، که به نام امپراتوری فارس بود، امپراتوری فارس قدیم میگفتن. و این دروازه دیگهش که به طرف شمال غرب بود، ایش به طرف روم. میبینید اینی دریای روم میگفتن، این مناطق قسطنطنیه و این منطقه است که چی است و از این راه به طرف اروپا. از طرف غرب نه بحیره قلزم است که بحیره احمر یا سرخ هم میگن، و این دروازه ورودی به طرف چی کجا بود؟ افریقا. و مصر در قاره کجا واقع است؟ قاره افریقا. و از طرف جنوب یعنی بحر به نام محیط اطلسی میگن. از این بعد دیگه قاره های جهان و دیگه سرزمین هایی که باز توسط کشتی ها به طرف هند و سند و به این مناطق میرفتن. از این خاطر این منطقه منطقه استراتژیک بود. یک نقطه را متوجه شویم که در افغانستان سیرت به شکل یک قصه خوانده میشه، در حالی که این کار غلط است. خواندن سیرت به شکل یک قصه، قصه فلانی پیغمبر، قصه فلانی پیغمبر، و بالاخره وقتی که سیرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان میشه، ایره هم بسیاری مردم به شکل قصه گوش میگیرن که والا در 14 سالگی کار کرد، در 18 سالگی کار کرد. و اینمی قصه خانی حتی در پشاور یک بازار است به نام بازار چی میگن؟ بازار قصه خانی پشاور. اینی قصه خانی ها دو مشکل داره. یک مشکلی است که این قصه ها اکثرا قصه های دروغ میخوانن به خاطر که مردم جلب و جذب بکنن، و مردم زیاد همی قصه و بود نبود و در زمان قدیم یک پاچا بود و مچم چطور بود، بسیاری قصه های دروغ. و چون مردم قصه ها را خوش دارن، همی وقتی که سیرت هم خوانده میشه، اغلبا سیرت هم به شکل یک قصه خوانده میشه و یک کسی را ببینه که این سیرت خوانده کلش از اول تا با آخر و هیچ چیز استفاده نکرده، یک معلومات. هدف علمایی که کتاب های سیرت نوشته کردن خواندن قصه و ایگپا نبوده، بلکه هدفی است که ما از هر حادثه ای که بالای پیغمبرا گذشته، از هر کدام از این منعیس یک درس استفاده بکنیم. به این خاطر بسیاری وقت وقتی که سیرت در افغانستان خوانده میشه به شکل قصه، این تأثیر خود در شخصیت کسایی که میخوانن نمیکنن. به این خاطر ما و شما بخیر درس سیرت شروع میکنیم، لکن درس سیرت نیست، درس های از سیرت النبی صلی الله علیه وسلم. یعنی به این نیت باشین که هر حادثه را که ما میخوانیم، شما باید در هر حادثه چندین درس است، در هر واقعه تاریخی و در قصه های پیامبرا در هر کدام از او یک درس است و یک درس نیست، چندین درس است. این را استنباط میکنیم، این قصه را تحلیل میکنیم و از این بر زندگی امروز خود استفاده میکنیم. تو نشه مثل قصه را که میخوانی که در تاریخ بود فقط من قصه را خواندم
فلانی پاچا بود، فلانی وزیر بود، فلانی پیغمبر بود، فلانی صحابی بود، تیر شد. نه، سیرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هر نقطه از او یک درس است. پس ما شما شروع میکنیم از کتاب الرحیق المختوم. میشه از دیگر کتاب ها هم استفاده بکنیم، لیکن این کتاب زیادتر مروج است و زیاد علمایی را تایید کردن. در کتاب الرحیق المختوم در فصل اولش سر کلمه عرب گپ میزنه که خود واژه یا کلمه عرب ایچی میگن کسایی که در بیابان ها و در دشت ها زندگی میکردن پیش ازی که سر از اینا اطلاق شد و خود اینمی بیابان و سرزمینی که در اونجا شورزار باشه و صحراها باشه و مردم زندگی نکنن او را عرب میگفتن. پسان کسایی که آمدن در امی جای زندگی میکردن باز نام منطقه سرزمین مردم گذاشته شد، باز اونا را هم چی میگفتن؟ عرب میگفتن. عرب ها را خب در این باره خب مسائلش میگن، خود معرخین میگن که عرب ها سه قسم هستن، یکی عرب باعده هستن و یکی عرب عاربه هستن و یکی هم عرب مستعربه، سه قسم است. عرب باعده کدام عرب میگن؟ عرب هایی که قبلا عرب بودن لکن با گذشت زمان از بین رفتن، از جمله ازیا عاد و ثمود است. ما شما مثلا در آیات قرآن و در احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از عاد، قوم عاد شنیدیم، در قرآن هم هست، و از ثمود هم شنیدیم. اینا عرب بودن. اینا را عرب باعده چرا میگن؟ باعده به معنای از بین رفته و بیخی در طول تاریخ بیخی گم شدن، اینا را عرب باعده میگن. عرب عاربه که اینا از اولاده یشجب ابن یعرب ابن قحطان است که یارا عرب قحطانی هم میگن، اینا را عرب عاربه میگن که اینا هم عرب بودن. و یکی عرب مستعربه هست، کسایی که در اصل عرب نبودن، باز پسان با اساس اختلاط با عرب چی شدن؟ اینا عرب شدن. و پدرکلان بزرگ عرب مستعربه که است ابراهیم علیه السلام است که یک بچه ازی اسحاق نام داشت و یکیش هم اسماعیل نام داشت. ابراهیم علیه السلام ای اصلا خودش از منطقه عراق بود که بالاخره باز از عراق میایه به فلسطین و از منطقه فلسطین باز خانم خدا و امرایم طفلکش برتان معلوم است بازیار میره در منطقه حجاز که مکی مکرمه در اونجا هست. ابراهیم علیه السلام بر شما معلوم است که در زمان جوانی خود یک جوان موحد و یک تا پرست است و یکی از چیزهای بسیار مهمی که ابراهیم علیه السلام داشت او این بود که در قرآن عظیم الشان ابراهیم علیه السلام امت گفته. صحیح کنه؟ دو امت است، یکی امت کفر است و یکی امت اسلام است. در جایی که ابراهیم علیه السلام بود کلگی کافر بود، از پدرش گرفته تا کاکاهایش گرفته تا ماماهایش گرفته تا قومش، کلی از اینا ممثل امت کفر بودن و ابراهیم علیه السلام ممثل امت اسلام بود. از این خاطر برای مسلمان این مهم نیست که یک نفر باشه یا هزار نفر باشه،
از این ما درس میگیریم که وقتی یک شخص یک جوان من حیث یک امت در مقابل امت کفر قرار گرفت، عدد و تعداد مهم نیست. در یک حدیث شریف رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که الاسلام بدع غریبا. اسلام آغازش چی بود؟ غریب بود. فکرتان باشه بعضی از اصطلاحات و کلمات است که او در زبان عربی یک معنا میده، عین کلمه در زبان دری دیگه معنا میده. بسیاری وقتا ما شما اشتباه میکنیم. الاسلام بدع غریبا، اینجا کلمه غریب، کلمه غریب در زبان عربی با کلمه غریب در زبان دری فرق میکنند. ما و شما وقتی که یک کس را میگیم که این غریب است در زبان دری، وقتی در زبان دری میگیم غریب است، معنایش این است که فقیر است. اما در زبان عربی وقتی که میگه فلان شخص غریب است، کلمه غربت در زبان عربی به معنای ناشناخته هست. مثلا یک چیزی که بر مردم چی باشه؟ هیچ عادت نداره. مثلا وقتی بر مردم آل بوی مسلمان هستی، یا من مسلمان هستم، اما اگر برش بوی که آرزی تا نمیشه که ولیمه اسلامی بکنی، ای بیخی برش ناشناخته است، چه قسم داروسی ساز نباشه؟ یک ریش سفید 60 ساله میخیزه میگه من ریش مکت دول سفید شده، بابا و بابا کلانای مرا تنبور کشته، تو علامدی برای ما از آروسیش نمیگه میزنی؟ سیسته؟ یعنی امی آروسیه که به طریقیه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و صحابه اکرام میکردن در افغانستان چی شده؟ غریب یا ناشناخته. پس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که مردم فکرتان باشه که اسلام آغازش غریب بود. برای مردم کاملا گپایی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگفت برای مردم کاملا چی بود؟ ناشناخته بود. ای تو چی میگی؟ ما بت پرستی رو ترک بکنیم؟ ما ای تاویزار از گردنهای خود بکنیم؟ ما ای بابا و بابا کلان و ما را تو ما را تاویز کشتن، تو حالا آمدی میگی که تاویز بسو کن؟ ما نظر خدا بر از این بطا میدادیم، ما قربانی بر از این بطا میکردیم. پس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بر مردم گفت که اسلام در آغازش هم چی بود؟ اینمی قسم در بین مردم ناشناخته بود. و سیعود و غریبه، و فکرتان باشه که باز اسلام انتشار پیدا میکنه و در دنیا و بالاخره امت اسلام بسیار بزرگ میشه، لکن پس با انتشار بدعت ها، با انتشار شرک، با انتشار کفریات، یک انسان مسلمان موحد در بین مردم بیخی نقطه نیرنگی معلوم میشه که توی رسه کن چه قسم آدم هستی، چه قسم ای چی میگه. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واضح میگه که فطوب للغربا، پس خوشا به حال کی؟ همین مردم های غریب. به هر صورت ابراهیم علیه السلام درس گرفتیم که ابراهیم علیه السلام یک نفر بود ممثل امت اسلام و باقی مانده کلگی ممثل امت کفر، و پیش الله کمیت ارزش نداره، کیفیت ارزش داره. یک انسان موحد یک تا پرست از میلیون ها انسان بیدین کرده ارزشش بیشتر است. از خاطر ابراهیم علیه السلام امت گفت و الله قبول میکنه، اینمی امت است.
ابراهیم علیه السلام وقتی که در این منطقه آمد از الله تقاضا کرد در سپاره آخر سپاره 26 در سوره زاریات آیت 24 در اینجا بسیار یک موضوع خوبی را درباره ابراهیم علیه السلام بر ما قرآن بیان میکنه و از این موضوع درسای بسیار قوی گرفته میشه. یک چیز فکرتان باشه، یک وقتی ما در یک کتاب یک مطلب خواندم درباره قرآن، یک عالمی بسیار بزرگ نوشته کرده بود، او گفت که قرآن بحر است. چی است؟ بحر است. این بحر هر کس به اندازه ظرف خود از این بحر استفاده میکنه. اگر کسی یک گلاس داره میره از بحر به اندازه یک گلاس استفاده میکنه، و یک کسی یک سطل داره، یک کسی یک تانکر داره، یک کسی یک تانک بسیار بزرگ داره، بحر است. هر کس ظرف خدا، و قرآن هم یک بحر است، هر کس به اندازه ظرفیت خود. امی خارجی ها زیاد که کار میکنن بسیاری وقتا ما در هندوستان رفتیم گفتیم ما را شما چی درس میدین؟ گفت اینجا کپیسیتی بیلدینگ است. چی معنی کپیسیتی بیلدینگ؟ ظرفیت سازی. ظرفیت سازی. گفت ما میخواییم که شما را چی کنیم؟ ظرفیت سازی بکنیم که شما تا اقتصاد و سیاست و این مسائل بفهمید. پس یک سال، دو سال، سه سال کار میکنن که چی کنن؟ ظرفیت سازی بکنن. از این خاطر پیش از اینکه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حکومت اسلامی را بسازه 13 سال ظرفیت سازی کرد. در 13 سال کادرهای با ایمان، موحد، یکتا پرست، دارای فکر و اندیشی جهانی، حالا که برای ما شما این نقشه که افغانستان را جور کردن، دیروز ما در لیلی پانتون کابل اونجا ما 15 روز بعد 20 روز بعد باز نماز خفتن یک درس داریم، دیرچه ما اونجا درس داشتم. این نقشه افغانستان، این نقشه پاکستان، این نقشه عربستان، این نقشه های فیلی، این نقشه های انگلیس است. و این مسلمانه که میگه من افغانی هستم و کت پاکستانی مشکل دارم و کت عربی مشکل دارم و کت فلانی دارم، اندیشی ازی اندیشی انگلیس است، اندیشی اسلام نیست. اندیشی اسلام وقتی که تو اول قرآن خواندی و ظرفیت استفاده از قرآن داشته باشی. بسیاری کسا هر کس قرآن میخونه، لکن هر کس از قرآن به اندازه ظرفیت خود استفاده میکنه. وقت ما قرآن عظیم الشان میخوانم که الحمدلله رب العالمین، ما در سر میزم نقشه افغانستان را نمیمارم، ما سر میزم نقشه کجا را باید بارم؟ نقشه جهان میمارم. چرا که ربم الحمدلله رب الافغانیین گفته یا گفته رب العالمین؟ رب العالمین است. وقتی که ربم رب العالمین است، پس سر میزم نقشه کجا باید باشه؟ نقشه دنیا باید باشه. بيرق لا إله إلا الله را مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين
والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم أذيت في الله لم تهزم ولم تهن أذيت في الله لم تهزم ولم تهن حتى رادت أمة الإسلام في النجوم حتى رادت أمة الإسلام في النجوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم.